درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. اینجا مشهد است و این فریادهای یکی از معترضان علیه احمد علم الهدا نماینده خامنه‌ای در این شهر و پدرزن ابراهیم رئیسی است. اینو که می‌بینی کلاه یگان ویژه است. شنبه دوم مهر 1401، 24 سپتامبر 2022، اعتراضات سراسری به قتل مهسا امینی برای هشتمین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت و معترضان همچون روزهای گذشته با جسارت تمام ضمن دفاع از خود در برابر نیروهای سرکوبگر برخی از مراکز و تجهیزات آنها را به آتش کشیدند. شهر ری بچه شهر ری هم نکردن به پایگاه ده سید و شهده سپاه در خیابان یما قصد اشغال می داشتن بچه ها دیستن تا ورودی ساختمون هم پیش روی بکنن، اما با گلوله جنگی به معترضین شلیک کردن. ولیعصر رو بستیم، ولیعصر رو بستیم، سر زفرانی‌ها رو بستیم، آقا اینجا رو بستیم. اتحاد جواب میده، این زامبیا میترسن از ما. فقط اتحاد، فقط اتحاد، ما بیشماری. ویدیوهای متعددی از فرار و عقب نشینی نیروهای سرکوبگر در مقابل معترضان خشمگین در فضای مجازی منتشر شده، مانند اینجا در کاشمر. شهرستان کاشمر معمولا دارن به در مرن بکن بکنن 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 معمولا گرفتن. اینجا هم گروهی جوان و نوجوان چند نیروی بسیجی را که قصد حمله به آنها با باتوم را داشتند به باد کتک میگیرند. اینجا میدون سرگله رشت، همشون اومده بودن با موتور وایستاده بودن، انقدر احمقن کار با اسلحه هم بلد نیستن. یهو خودشون نمیدونن چجوری شلیک کردن و خورده به یکی، الان یکیشون هم اونجا افتاده. نمیتونم بیشتر از اینم زوم کنم. الان هول کردن همونجا وایستادن، الان آمبولانس اومده، هم احمقی که به خودش شلیک کرد و دارم میبرن. به پاشم شلیک شده، به خودشون که میرسه زود آمبولانس میاد سراغشون، ولی واسه مردم بیچاره هیچ وقت آمبولانس نداشته. با وجود جهت امنیتی سنگین دم مردم گرد، دوم مهر 1401، نارمت تهران پارس. سران حکومت جمهوری اسلامی امیدوار بودند که پس از بازگشت ابراهیم رئیسی از نیویورک به سرعت به اعتراضات پایان دهند، ولی اعتراضات نه تنها پایان نیافته بلکه هر روز گسترده تر می شود و شهرهای بیشتری را در بر می گیرد. معترضان در هشتمین روز از اعتراضاتشان علاوه بر شعارهای قبلی شعارهای جدیدی را هم سر دادند. مثلا در یکی از مناطق تهران شعار دادند خامنه‌ای قاتل اعدام باید گردد. معترضان در نوشهر از اتحاد و مبارزه و پیروزی گفتند. بچه ها می ریختن بیرون، اسرائیل کف خیابونه، تو رو آموز این نظام و مملکت آخوند باید گم بشه. ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات همچنان حاکی از شجاعت بیمثال معترضان به ویژه دختران است. در این کلیپ هم دختری با جسارت تمام به نیروهای سرکوبگر میگوید باید بر روی یونیفرم هایشان واژه قاتل را بنویسند. لباساتون قاتل نمی‌نویسین؟ تک تکش ننویسین ما قاتلیم. به
بنویسین ما حرف میزنیم، شما حرف بزنید ما میکشیم. چه نمی نویسین؟ چرا؟ واقعا؟ از ترس مردم هم که هر کدومتون اینه گوسفند گله به گله وایسادین. حرفتون هم که فقط اسلحه و باتومتونه، هیچ چیز دیگه ای ندارید. الان هم اعتراض میکنم، میخوای بزنی یا میخوای بکشی؟ کدومشو میخوای انجام بدی؟ برو خدا پیش. اگر شما مأمور امنیت منی، این چه طرز صحبت کافه؟ گوش کن خانم، یه نده من شون. خانم گوش کن، بفرمون برو. تنش چی؟ شما با وایسادنتون میخوای روب و وحشت ایجاد کنی؟ ما هم همین کارو میکنیم، هیچ کار دیگه بلد نیست. چند دانشگاه ایران هم روز شنبه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بود. مثلا اینجا در تبریز معترضان از فقر و فساد و استبداد گفتند. فقر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد. در دانشگاه تهران هم دانشجویان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. من دانشجو نه کسی رو میزنم، نه جای رو آتیش میزنم، حقمو میخوام. دیگه رو میتونی چرا دهن ما رو بگیرید؟ آقا جان چه دروغ؟ زنگ بزن بیار. لعنت به تو بابت تک تک قرصای عصبی که ما میخوریم. لعنت به تو بابت تک تک قرصای عصبی که ما میخوریم. آتش زدن و پاره کردن تصاویر و بنرهای سران حکومتی از جمله خمینی و خامنه‌ای هم همچون روزهای گذشته ادامه داشت. مثلا اینجا در دسفول عکس خامنه‌ای آتش گرفت، یا اینجا در تهران این هم کلیپی است از پاره کردن تصویر خمینی و خامنه‌ای در بابل که احتمالاً مربوط به روزهای قبل است. هشتمین روز از اعتراضات مردمی با خشونت و وحشیگری ماموران سرکوبگر حکومت هم همراه بود. یکی از تکان دهنده ترین کلیپ های منتشر شده در این ارتباط این یکی است. یکی از ماموران دختر معترضی را هل می دهد و او می افتد و سرش به جدول کنار خیابان برخورد می کند. صحنه ای که احتمالاً شبیه آن برای مهسا امینی هم اتفاق افتاد و باعث مرگ او شد. سرش خورد به اینجا، پدر سگ کثافت، سرش خورد به این، ای خدا مرگتون بده ایشالله. این کلیپ هم ماموری را نشان میدهد که به سر یک دختر بازداشت شده شوکر میزند. ماموران سرکوبگر حکومت همچون روزهای گذشته به اموال مردم هم آسیب وارد کردند. خیابون شریعتی روبرو بولینگ اردو مثل مور و ملخ بسیجی ریخته بود، با موتور بودن و کاسکت و سپر و باتون. به نشانه اعتراض شروع کردیم به بوق زدن، حمله کرد به هم، با مشت زد تو صورتم و شیشه رو شکوند و پلاک کند. سید علی آماده رفتن باش. حمایت برخی از سلبریتی های ایرانی از اعتراضات اخیر سبب شده تا وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بگوید بازیگران زنی که حجابشان را برداشتند باید از سینما خداحافظی کنند و فعالیت جدیدی را آغاز کنند. کتایون ریاهی یکی از این بازیگران که در اعتراض به قتل مهسا حجاب از سر برداشت، در پاسخ به وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به اینکه عمر نظام جمهوری اسلامی رو به پایان است نوشته اعتماد به نفس و امید به آینده این آقا جالبه، ولی من پیشنهاد میکنم شما فکر یک کار آبرومند برای خودت باش. کتایون ریاهی در یک پیام صوتی هم ضمن حمایت مجدد از اعتراضات گفته ایران به پا خواسته و پیروز خواهد شد. اگر هنوز بعضی باور ندارند این حرکت عظیم را و منتظرند که دوباره سکوت تاریک همینجا را پر کند، باید بگم سخت در اشتباهند.
زیرا به زیبایی قابل مشاهده است که ایران بانو به پا خواسته و زنان ایران بانو خشمگین و با اراده در حرکتند. به دلیل حرکت بانوان ایرانی و زنان و دختران ایرانی می‌بینیم که نور و زندگی در حال روشن شدن است. زن زندگی آزادی و مردان غیور ایرانی که در این حرکت بانوان را تنها نمی‌گذارند. به پای تک تک کسانی که در خیابان هستند بوسه نثار می‌کنم. ایران بانو، سرت را بالا بگیر به سمت نور. تو پیروزی. Progressive encourages women leading protests for their human rights alongside men. اصغر فرهادی کارگردان مشهور سینمای ایران هم که به خاطر محافظه‌کاری‌ها و سکوت‌هایش در گذشته در قبال جنایات حکومت جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، این بار با انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی ضمن دفاع از زنان ایرانی گفته جامعه ایران و زنان ایرانی راه سخت و دردآوری را طی کردند و اکنون زنان ایرانی به نقطه سرنوشت سازی رسیدند. فرهادی گفته به زنان قدرتمند ایرانی افتخار می کند و امیدوار است که تلاش های آنها نتیجه بدهد. فرهادی همچنین از همه هنرمندان و روشنفکران و فعالان حقوق بشر خواست تا به هر شکلی که می توانند از زنان ایرانی حمایت کنند. اینها هواداران حکومت جمهوری اسلامی هستند که در متروی تهران علیه سلبریتی هایی که از معترضان حمایت کردند شعار سر می دهند. حکومت می داند سلبریتی ها و افراد مشهوری که میلیون ها طرفدار دارند تأثیر فوق العاده ای بر حرکت اعتراضی مردم دارند و حکومت به همین خاطر دنبال راهی برای خاموش کردن آنهاست. یکی از این سلبریتی ها علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران است که این روزها به خاطر حمایتش از معترضان به خاری در چشم حکومت تبدیل شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خواستار بازداشت علی کریمی از طریق اینترپل و مصادره ویلایش برای جبران خسارت‌های وارد شده به اموال دولتی توسط معترضان شده. اما کریمی بدون ترس و واهمه از این تهدیدها در پستی جدید درباره کشتار معترضان توسط ماموران حکومتی نوشته ثروت این کشور مردمش هستند که شما می‌کشید. این کارهایی که الان اسمش شده آشوب، سال 57 اسمش بود خروش غیورانه ملت. حضرات آیات در حوزه ها، آری روی سخنم با شماست. حواستان باشد که حواس من هست. 43 سال در مقابل هر گونه ظلم و ستم حکومتی و اعمال ضد انسانی و ضد دینی سمون بکمون بودید و نه تنها به فرمایش امام حسین علیه السلام در مقابله با ظالم قیام نکردید، بلکه با سکوت خود رژیم فاسد را تأیید و مردم را تنها گذاشتید و مشخص نیست حاکمیت از شما چه مدرک و آتوی دارد و یا چه باج کلانی به شما داده که این چنین بر قلبهایتان مور باطل زده شده، به طوری که همکنون نیز در مقابل کشتار بیرحمانه مردم حق طلب و آزادی خواه ایران لال شده اید. به هر حال مطمئن باشید به زودی به زنگاه تاریخی و روز حساب فرا خواهد رسید و فریاد رسی نخواهید داشت. زن زندگی آزادی. سید جلال مدبر از انقلابیون سال 57 و سال 1401. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگ رو فشار بدین و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حتماً کامنت بذارین یا کلید لایک یا دیسلایک رو بزنین. اگر هم دوست دارین از ما حمایت مالی کنین یا روی کلید تانکس یا جوین که در زیر ویدیو هست کلیک کنین. ممنون از حمایت و همراهی شما.